بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. امشب میخوام راجع به تحرکات دشمن و اینکه جواب این تحرکات و در مقابل تحرکات و صدی که جلو این سیل میتونه باشه بگم. دشمن اول میخواد راه خدا رو ببنده، اصلا میخواد مثلا امام خمینی نباشه، میخواد شاه باشه، میخواد جمهوری اسلامی نباشه، اصلا میخواد سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. یه هدف اولش نه. اگر نتونست بگه نه و نشد، میگه پس را رو کش کنیم. اول میگه یسدون عن سبیل الله، یعنی راه خدا رو ببندید. بعد یسدون میگه اگر نتونستید راه خدا رو ببندید، یبغونها ابجا، کجش کنید، کجش کنید. خب راه که هست اینه که بدعت، یه چیزی که جزء دین نیست میارن جزء دین. ما الان خودمون یه چیزای عقیده داریم که بهش باور داریم، وان که اصلا قصه از بیخ کشکه. مثلا میگن سیزه نحسه، از بن دروغه. حضرت علی سیزه رجب بدون اومد. از سکر اینجا میگن از سکر سب کن، از سکردی سب کن، از بن دروغه. حدیث داریم از سکردید عجله کنید. یه چیزی که جزء دین نیست جزء دین قرار میدیم. خیلی نذرها که میکنیم، نمیدونیم که چشم کرده یه تخمه مرغ رو هم دارن با زغال خط خطی میکنن، تو شهر شما هم هست، بعد تخمه مرغ رو میدنن به دیوار. خیلی کارها، همین عزاداری هایی که بی وقت طبل میزنن، یا طبل هایی که خیلی صداش آزار دهنده، ولی اینجا دین ما اومده. داریم امام زمان وقتی بیاد میگن ایشون دین تازه آورده، چون بسیاری از کارها اونو میگه جز به دین نیست. بدعت یک. تهمت به چهره های پاک، تهمت میزنن. تفسیر به رأی، یه چیزی رو تفسیر به رأی میکنن. حال فرق بین تدبر و تفسیر رأی هم بگم. تدبر یعنی فکر کن توی کلمه ای آیه از ایش چی در میاد، گاهی از ای آیه چیزی در میاد، گاهی از آیه چیز در نمیاد. شما صدقه خودتو تزریق میکنی به قرآن، تفسیر به رأی اونه. گاهی ذوقیات قاطی میشه. روزه ابوالفضل میخونه با قرآن، چجوری؟ فاذا برق البصر، وقتی تیر خورد به چشم ابوالفضل، برق البصر، برق از چشم ابوالفضل پرید. و خسف القمر، قمر بنی هاشم افتاد پایین. امام حسین اومد بردشو تو بغل گرفت. و جمع الشمس و القمر، اصلا این آیه ما رو ابوالفضل نیست، مال امام حسین نیست. یه چیزی رو به چیزی میچسبونیم. چی دارم میگم؟ میخوام تهاجم ها رو بگم، بعد بگم خطر متوجه شید جوابش چیه. جعل حدیث، القای شبهه، به خصوص از طریق اینترنت، ماهواره. الان دیگه همه، خدا رحمت کند همه انبات شما و ما رو، مادرم به پدرم گفت حاجی بازاری بود یه تلفن بگیر، گفت من تلفن بگیرم بره زنم، غیرت دارم خونم رو سوراخ کنم به همه خونه، هر ساعتی زنم خواست با هر خونه حرف بزنه، جاش خالیه بیاد ببینه نه خونه به هم سوراخ شده، کشورا به هم سوراخ شده. کانادا ساعت 8 یه مطلبی میشه 82 دقیقه، دهاتای ایران هم میفهمن، شهرهای ایران هم میفهمن. یه وقتی اونا میگفتن خونمو به خونه سوراخ میشه،
دنیا به هم سوراخ شده، القای شبهه میکنن و حتی بین مذهبی ها. یه جوانی تو همین شهر شما آمد گفت بهتر نبود که مثلا علما وارد سیاست نمی شدن، شأنشون محفوظ بود، محترم بودن، گاهی وظیفه داد زدنه، سکوت حرامه. اگر کسی منکر رو ببیند داد نزنه، حدیث میگه این مرده است، منتها مرده عمودی، مرده افقی هست تو قبرستان، این مرده عمودیه، را میره ولی بیخاصیته. اما معروف واجبه، نه منکر واجبه. میخوام سنگین باشم یعنی چه؟ رکود مساجد، مسجدها راکده. من اینجا عرض کنم پیامم از مقام معظم رهبریه، تمام مساجدی که پیش نمازش پیره و نمیتونه ارتباط با نسل نو پیدا کنه، کنار این عالم پیر یه طلبه خوش سلیقه جوان باشه، نماز او پیره بخونه، سوال و جواب و عیادت مریض و تشکر از شاگرد اولا و نمیدونم ارتباطات مال اون طلبه جوان باشه. ما باید با هم اداره کنیم. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه مسیحا رو با هم اقتدا کنیم، یه پیر یه جوان. پیرش کیه؟ حضرت ابراهیم 100 ساله. جوانش کیه؟ اسماعیل 13 ساله. میگه طهرا، یعنی 100 ساله و 13 ساله با هم مسجد رو تمیز کنید، طهرا بیتی. ولی زگاه یه مسجد بزرگ رو میدیم به یه پیرمرد، آدم خوبی است، بحث خوب و بده نیست، بس که نمیتونه، نمیتونه. سوالای جدید باید خبر از اوضاع داشته باشه، شبهات جدید رو شبه هم مثل تیغه، یه تیغ بره تو پا کسی ولو پهلوان هم باشه دیگه نمیتونه را بره، همینطور که تیغ میره تو پا، تیغ شبه میره تو مخ، بدبین میشه. باید شبه رو بود. و این جلسات بنده مال ما رمضان هم نیست، سو محرم ها. من نمیدونم کی گفته تبلیغ مال رمضان سو محرم. تبلیغ یعنی آشنایی با اسلام، دفاع از حمله هایی که به اسلام میشه، پاسخ به سوالات. و این باید همیشه، البته رونق ماه رمضان به خاطر ماه عبادت، ماه قرآن، محرم به خاطر خون امام حسین و اصحابش، اون فرصت های استثنائیه، باید از اون فرصت هم استفاده کن. واقعا یه جلسات جدی باید بشه، خود فضلای منطقه دورم جمع بشن هفته یه روز دو روز، بگن آخرین شبهه کی شنیده، جوابش چیه، با هم دور این تعزیه خونا. اینجا تعزیه هم هست؟ هست؟ تقریبا تعزیه خونا شب عاشورا تمرین میکنن، کی شم بشه، کی ابوالفضل بشه، کی امام حسین بشه، تمرین میکنن. ما طلبان با تمرین کنیم. آقا اگر یه همچی شبهه‌ای بود جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ هم طلبه ها باید مجهز بشن، درسای حوزه لازمه اما کافی نیست، درسای حوزه باید خوب خوند ولی کافی نیست. یه جمعی باید دلشون به حال نسل نو، بچه ها خوبیه نه، گاهی آدم یه چیزا از بچه ها میبینه اتو میسوزه، یه پچه کوچولو شاید قد یه آقازاده باشه، پاشو بایستا، شاید قد این بود بفرم. اما گفت آقای قدرت این گچی که با تختیه منویسی اون ته گچ رو به من بده. گفتم ته گچ رو بره چی میخوای؟ گفت چون با نوکش قرآن نوشتی این گچ تبرک شده، اون گچی که نوکش قرآن نوشته تهش هم بخوام من داشته باشم. حتی هر چی نگاه کردم به این بچه گفتم این تو دانشگاه بوده، تو حوزه بوده، والا به خدا ما 55 سال آخوندم، یه حرفا نه تو دانشگاه نه تو حوزه، فطرت پاک، بچه ها گلن، ولی ما اگر که به کفششون میرسیم به مغزشون بعضی نمیرسیم. اگر کفش بخریم هر قیمتی جیغ نمیکشیم، اما اگر گفتیم این کتاب مطهری 70 تا شبهه رو جواب میده، چنده؟ 7000 تومن. 7000 تومن کفش رو میخوریم 40000 تومن بره کت... یعنی بره پاش 40 تومن خرج میکنیم، بره مخش خرج نمیکنیم.
حالا ما 10,000 تومان میخوایم کتاب بخریم جیغ میزنیم، 50,000 تومان 100,000 تومان کمتر بیشتر کفش بخریم. یه مقداری به فکر نسل نو باش، اینا امانتن. توی جلسات باید جواب داده بشه. چی گفتم؟ بدعت، تهمت، تفسیر برای، حدیث جعلی، الغای شبهه، رکود مساجد. کنار زدن اهل بیت 100 سال نقل حدیث از پیغمبر ممنوع بود. فقط هر دین داره قرآن بخونه. خدا رحمت کند شهید علامه امینی رو، میگفت من تنهایی نمیگذرم. حضرت علی میخواد بگذره بگذره، حضرت زهرا بگذره، من نمیگذرم. گفتن چرا؟ گفت من یه طلبه هستم، عبدالحسین امینی، 100 سال از حدیث محروم شدم، 100 سال از حدیث محروم شدم. کنار زدن اهل بیت، تحقیر مرجعیت. چرا پول نمیدن به آخوندا؟ بوده بده به آخوندی که دوستش داری. کسی گفته بوده به کدوم آخوند بده؟ آقا شما خمس رو باید بدی، زکات هم باید بدی، منتها او آخوندی که قبولش داری بده با اون، هم مرجعی که خودت انتخاب کردی. دکون که نیست، وظیفه است. بگو خودم میدم، خودت نفس داری. بنده مرجعی دارم شب 23 که شب سال مالیمه، حساب میکنم اگر زیاد آورده باشم میدم به مرجعم. رفتم خونه مرجعم، گفت مگه خودت فقیر سراغ نداری؟ گفتم خیلی. گفت خب خودت بده. گفتم نمیدم، میخوام شما بده. من اگر فقیر خواستم عجیب خودم میدم. گفت چرا؟ گفتم من نفس دارم، ممکن از این سید خوشم بیاد بدم، از اون سید بدم بیاد بشندم، و خمس فدای نفس من شده. شما نفس نداری، هوس نداری، هر چیز تشخیص میدی بین خود تو خدا بده. من اگر فقیر دیدم خودم میدم. ما کارامون نمیتونم بگم من، باید مردم دستشون تو دست مجتهد عادل بی هوس بشه، که امام زمان فرمود وقتی من نیستم فقیه عادل بی هوس. تحقیر مرجعیت، فتوا امامه که 8 سال جوانان میفته جبهه بدون اضافه کار مانده. الان به یک کنبر که میخوای بگه عدسه کن میگه اضافه کار، میگه صرفه کن میگه اضافه کار. مرجعیت نباشه مرده شورم، مرده میخواد بشوره، حساب به محاسبات اقتصادی میکنه، میگه اگر مرده چاق کیلوی میشوره، اگر مرده بلند متری میشوره، اگر مرده بچه عددی میشوره. یه فتوا میخوایم که جبهه رو پر کنه با نشاط، تضعیف مرجعیت. ما نمیخوایم بگیم همه عادلن، ببخشید، ما نمیخوایم بگیم همه معصومن، ولی ضریب خطا در اونها خیلی کمه. یک کسی از من پرسید آیا مراجع اشتباه نمی کنن؟ گفتم چرا، ممکنه ارجاع. خیلی از مراجع فتواشون عوض میشه. ولایت فقیه اشتباه نمی کنه، احتمال اشتباه در ایشون هم هست. پس چرا با میگید اطاعت مطلقه، یعنی هر چی آقا گفت؟ اونم یه نفر مثل ما اشتباه میکنه. گفتم بله، ما اشتباه میکنیم، اون اشتباه میکنه، ما تا اشتباهی ما چند درصده اشتباه اون دکترم ممکنه اشتباه کنه، یه قرص اشتباه بده، اما چند تا درصد قرصا اشتباه است؟ ضریب اشتباهش کمتره، وگرنه ما دنبال معصوم که نیستیم. تضعیف مرجعیت، نهی از معروف. آقا نمیخوادی کار بکنی، نمیخوادی کار بکنی، نمیخوادی کار بکنی. خیلی دخترها میخوان حجاب داشته باشن، بابا و ننه‌ش میگن نه. پسره میخواد در مسجد، باباش میگن نمیخواد در مسجد، همینجا نماز بخون. نهی از معروف. بهانه تراشی. چرا همچینه؟ چرا همچینه؟ چرا همچینه؟ من نمیدونم چطور به هر که رسید تسلیمیم، به دیر که رسید تسلیمیم. شما در تاریخ دکترها یک بیمار رو کره زمین، کار به ایران ندارم، رو کره زمین یک بیمار سراغ دارید
که وقتی میاد دکتر نسخه میده میگه آقا این قرصه چرا گرده، او درازه، او لوزیه، او بیزیه، او قهوه‌ایه، او زرده، او نارنجیه، چرا او قرصه رو یک شب بخور، دو شب بخور، قبل از غذا، بعد از غذا؟ هیچ چرا نمیگیم. بره که آقا دکتر 10 سال درس خونده، دیپلم که همه دارن، بعد از دیپلم آقای دکتر 10 سال درس خونه پزشک میشه، ما به خاطر 10 سال درس خوندنش هر چیو گوش میدیم. به خدا که میگیم چرا نماز صبح درکته، چرا نماز مغرب درکته، چرا نماز رو زور یواش بخونیم، چرا نماز مغرب رو بالا بخونیم، هر چی چراست اینجاست. میگه ما سوادی داریم، چرا برگ انار باریکه، چرا برگ انگور پهنه، چه میدونم چرا، ما چی بلدیم. قرآن یه آیه داره میگه همه مردم کره زمین یه ذره سواد دارن، آیهش اینه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بهانه تراشی، چرا چراهایی که میگیم. سرگرمی های ناسالم، من الناس من یشی له و الحدیث، خیلی برنامه های رادیو و تلویزیون، خیلی درس هایی که میخونیم لغوه، درس هایی میخونیم که تو دانشگاه، تو دبیرستان، حتی تو حوزه یه درس هایی میخونیم که مورد نیاز نیست. سرگرمی های به نظر خودمون علمی، مطرح کردن مسائل فرعی، گاهی یه مسئله فرعی رو مطرح میکنیم که از مسائل اصلی بمونیم. زمان شاه آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی و مرحوم آیت الله خزعلی و آیت الله سعیدی و دونه درشتا میرفتن خوزستان، بحثای انقلابی و مهم هم میذاشتن شب عاشورا که جمعیت زیاده. آیت خزعلی میگو از پلا رفتم بالا منبر شب عاشورا حرفای جدی رو بزنم، دیدم یکی سوما گفت آقا میگه امشب شب عاشورا نیست. گفتم چرا؟ زد گفتم چته؟ گفت همین پشت این دیوار دارن عرق میخورن. من از منبر پایین اومدم، ما چیکار گفتم ببینیم کی عرق خوره. گفت کسی عرق میخورد. به این یه پولی دادن که برو یه فیلمی بازی کن که حواس آقای خزعلی رو از مسائل اصلی ترک کنه. خودمون هم کارا رو میکنیم، اونا داریم مطالعه میکنیم، این نوه ما میاد مزاحم میشه، انگشتر در میارم پرت میکنم اونجا که ایتا میره انگشتر رو بردارم من یه چند ساعت مطالعه کنم. سرگرمی ها مشغول کردن، سرکاری، مطرح کردن مثال فرعی، ترویج باطل، رقیب و شخصیت تراشی، تحقیر. مسلمان ها که نمیفهمن مثلا جنس ایرانی خوب نیست، مسلمان چیان شما که حریف نمیشید، به نسبت خیلی تحقیر میکنی بچه های بسیجا، خیلی میگو اینا عوام هم رجایی رو تحقیر میکنه، شهید رجایی رو، خودشو خیلی روشن فکر میدونست. اینا نمونه تهاجم هاییست که به نسل ما میشه، امروز هم از طریق فضای مجازی و ماهواره و امکاناتی که خودتون میدونید. باید این جلسات مذهبی تقویت بشه. یک، تجار بودجه بذارن. یه کسی بیاد بگه آقا من این چند میلیون رو میدم 5 تا کلاس جدی، سال اول آموزش قرآن باشه، پاسخ به سوالات باشه، جوانهای فعال را شناسایی کنیم، بگیم آقا 30 تا سوال ببینیم کدوماشو جواب دارید، ببینیم. چون علم یه چیزیه، بیان علم یه چیز دیگه، داشتن برنج یه مسئله، پختن برنج یه چیز دیگه. افراد زن برنج دارن نمیتونن بپزن، مشکل پخت دارن. هم باید سواد داشته باشیم، یعنی من پارچه میتونم بدم به شما، بله شما میتونی عمامش کنی پارچه رو، عمام پیچنه فن داره. الان گدای روانشناسی میخواد، گدای، یه گداد تالار عروسی با میسته، همه خانما آقایون آراش کرده با دستگل لبخند میرن، اینم ده به تالار عروسی میگه انشالله عروسیتون مبارک بشه، به منم کمک کنید دختر دمه بخت دارم، کلی پول میگیره. یه گدا نمیدونه کجا وایسه، میره دم دفتر طلاق با میسه و هم فوش میدن زنشو، بعد دم دفتر طلاقه، اون میگه بده درار از خود، برو گم شو تو دیگه. گدای روانشناسی داره. یه الله اکبر ما 5 رقم صدا روشه، اگر شب 22 بهمن باشه صوتش اینه الله اکبر، تو راه پیمای باشه میگیم الله اکبر، نماز باشه میگیم الله اکبر،
تعجب کنه میگیم الله اکبر، مکبر باشه میگیم سمع الله لمن حمد الله اکبر، یعنی یه الله اکبره پنج رقم صدا روشه. بره بی حوصله ها چه جور حرف بزنیم، بره کم حوصله ها چه جور حرف بزنیم، بره پر حوصله ها، ما پنج رقم آدم داریم، یه مش آدم داریم مثل توت شیرین بسیجیا، قد قامت السلام میان جمعه جماعت جبهه همینطور دم دستن، با یه قد قامت السلام میان، همه مردم که توت نیستن که با تکو برزن، بعضیا انارن، انار حلال زاده اما با تکو نمیزن، با دونه دونه بچینیش، بعضیا میدید دونه دونه بچینی تیغ هم داره مثل گل، بعضیا ازش دست بشینه مثل نارنگی، از نمیشه برای بالا درختش مثل تیر لامپ صاف رفته بالا، حالا رفتی دورش تاره، تاراشو پس کردی پوستش سفته، این پیر آدم در میاد، بله خواب اگر حوصله کنی قلب سفیدی داره، مواد قندی داره، بعضی آدم مثل گردو، گردو میره پشت برگه قایم میشه، چوب تو کلش هم میزنی نمیاد پایین، یعنی ما پنج رقم آدم داریم، یک شما هم گم که شما بگید، توتی، دومی چی بود؟ بگید انار دیگه؟ نه گلی دیگه؟ نارنجی دیگه؟ گردوی. ما فقط متوجه توتی هستیم، میریم تو مسجد دیگه قد قامت السلام، هر که اومد الحمدلله، هر که نیومد به درک، وای که نشد که، برنامه ریزی باید برای همه داشت. افرادی هم هستن قبلا ذهن اینا رو خراب کردن، باید یک راهی باز کرد که اون مردم حلال زادن، منتها خب باید فرمولش یاد گرفت، با هر کسی باید یه جوری صحبت کرد. من امشب یه حرف رو زدم برای که بگم تهاجم به سمت بردن عقاید نسل نو زیاده، در و دیوار بسیج شدن اعتقادات مردم رو کم کنه، اعتقادات که کم شد آسونه، قرآن میگه فخلف من بعدهم خلف ازاع الصلاة، بعد میگه و تبع الشهوات، اول نماز ضایع میشه بعد دنبال شهوت میرن. یکی کسی گفت هواپیما به بزرگی رو چطور میدزدن، یکی کسی جوابش داد گفت هواپیما تو پایین بزرگ نمیشه دزدید، میذارن برن تو آسمون کوچیکی شد اونجا میدزدن. حالا نسل نو ما در معرض خطره، منم مسلمتر شما نیستم، همه ما مسئولیم برای نجات نسل نو، و مهمترین خطر خطر ذهنه. آقای قرائتی بعد از عذاب در من بسم الله تعالی به درک، یکی دیگه ما نباید دینمون از قرائتی بگیم که اگر قرائتی چپه شد دین ما چپه بشه، یا آقای به جای قل هو الله میخواد سوره نوح رو بخونه، سوره نوح هم یه صفحه و نیمه، اولش اینه بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا، یعنی ما نوح را فرستادیم برای پیغمبری. یه آقای که امروز تصمیم گرفته و به جای قل هو الله سوره نوح بخونه، گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا، باقیش یادش رفت، انا ارسلنا نوحا، انا ارسلنا نوحا، انا ارسلنا نوحا، هی گفت برک یادش شد. یه نفر از آقا نوح نمیره یه پیغمبر دیگه، حالا این سر گیر کردی نوح نمیره یکی دیگه، ما نباید دینمو بگیم از آقای فلانی که اگر فلانی خراب شد دین ما خراب بشه، دینمون از عقل میگیریم، از وحی میگیریم، هر کس تو خط بود الحمدلله، هر کس از خط خارج شد خداحافظ. برسید به نسل نو، و جاشم ایجاد جلسات جدیه، خدایا خودت نسل ما خود ما را حفظ بفرما، شر اشرار را به خودشون برگردون، ما را دشمن شاد قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس‌های از قرآن می توانید به یکی از این دو طریق اقدام کنید: 1. پایگاه اینترنتی درس‌های از قرآن کریم به نشانی www.qiraati.ir. 2. ارسال پیامک از طریق شماره 3114. برای این کار لازم است
فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی به شماره 3114 پیامک نمایید. سوال اول: آیه 45 سوره اعراف به کدام شیوه دشمنان دین اشاره دارد؟ 1. ایجاد انحراف در دین. 2. ایجاد هرج و مرج در جامعه. 3. مذاکره و بسازش کشاندن مؤمنان. سؤال دوم: بر اساس قرآن اداره مساجد باید به عهده چه کسانی باشد؟ 1. بزرگان و ریش سفیدان. 2. نوجوانان و جوانان. 3. هر دو مورد. سؤال سوم: مهمترین انحرافی که در صدر اسلام اتفاق افتاد کدام بود؟ 1. ایجاد جنگ‌های داخلی میان مسلمانان. 2. کنار زدن اهل بیت پیامبر. 3. اشرافیگری و دنیا طلبی. سؤال چهارم: دیدگاه قرآن درباره میزان دانش بشری از هستی چگونه است؟ 1. اندک و ناچیز. 2. بسیار و گسترده. 3. غیر قابل اعتماد و پذیرش. سؤال پنجم: آیه 6 سوره لقمان به کدام آسیب اجتماعی اشاره دارد؟ 1. فساد و فحشا. 2. قتل و سرقت. 3. سرگرمی های ناسالم. صلي على محمد وآل محمد.